500 نفر از وکلای دادگستری در ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی ایران نسبت به رفتار خلاف شأن و نامناسب با وکلای دادگستری در مراجع قضایی اعتراض کردند. مهدی حجتی، یکی از وکلای امضا کننده این نامه، به خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته است که استاندارد رفتار متناسب با شأن و موقعیت وکلای دادگستری پایین‌تر از سطح کشورهای مشابه با وضعیت ساختاری ایران است. این نامه به مناسبت روز هفتم اسفند ماه، روز وکیل، نوشته شده است. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر در تهران، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از مشکلات فعالیت وکلا در ایران میگوید. قانون تصریح میکنه که وکلا در این انجام وظیفه دارای شأن و مسئولیتی همسنگ قضات هستند، اما رفتارهایی که از طرف قوه قضاییه با وکلا میشه مجموعاً کار دفاع از موکلان رو دشوار و در مواردی غیر ممکن کرده. دادگاه‌ها، به ویژه دادگاه انقلاب، قضات بارها به وکلا در نزد موکلان توهین میکنن و یا رفتار اهانت‌آمیزی نشون میدن و یا حتی در مواردی از موکل میخوان وکیل خودش رو عوض بکنه تا حکم تبرئه براش صادر بشه یا احکام سبکتری صادر بکنن. همکنون دو تن از وکلای سرشناس ایران، آقایان عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف‌زاده، با احکام سنگینی در زندان به سر میبرن. همچنین در چند روز گذشته وکیل آزاده و مدافع حقوق بشری رو از دست دادیم که در راه آرمان‌های قضایی و وکالتی بسیار تلاش کرده بودند و بسیار رنج کشیده بودند و زمانی که بدرود حیات گفتند آقای دکتر اسماعیل‌زاده، با حکم 4 سال حبس مواجه بودند. حکم ایشان صادر شده بود و قطعی هم شده بود. در نامه وکلای دادگستری به صادق لاریجانی آمده است رفتارهای اهانت‌آمیز با وکلا از لحظه ورود به مراجع قضایی با تفتیش بدنی وکلا توأم با ادبیاتی نامناسب توسط سربازان وظیفه‌ای که هیچ آموزشی در تعاملات رفتاری با آنها داده نشده آغاز و گاهی توسط کارکنان نیز به روش‌های دیگری ادامه می‌یابد.